با درود بر روان دو پادشاه ایرانساز رضا بزرگ و محمد رضا شاه و شما هموطنان گرامی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته که 85 درصد از کسانی که توی این آبان 98 کشته شدن اصلا هیچ نقشی نداشتن توی تظاهرات یا شورش یا اختشاش هر چیز این موضوع که گفت یاد یکی از دوستامون افتادم که بچه بیرجن بود اون مرز ایران و افغانستان میگفت که اینا برای که قاچاق رو کنترل کنن دوربین تفنگ دوربین داره دید در شب و داده بودن به بعضی از افراد تو مسیرهای قاچاق هر کس از اینجا رد میشد میزدن میکشتن بعد فراستوبین جنازه رو میوردن 50 هزار تومان میگرفتن تحویل میدادن جنازه رو میگرفت از قرار معلوم این نشون میده که اینا اصلا شکارچی آدم آدم کش استخدام کرده بودن که بیا بکش به ازایش پول بگیر اینها فقط میکشتن حالا دانش آموز باشه باشه پیرمرد باشه باشه زن باردار باشه باشه زن خونه دار باشه باشه تو خیابون داره رد میشه باشه شما بزن بکش به پول بگیر آدم بکش به پول بگیر آقای دبیر شورای عالی امنیت ملی اگر این افراد شما کشتید به قبر پدر کل نظام خندیدید از رهبرتون تا پایینتون که چرا اینا رو کشتید شما وظیفه دارید از جون ملت نز... حفاظت کنید چرا ملت کشتید دوم اگه شما نکشتید این کسافت ها کی بودن؟ من فکر کنم که این آت همین کسافت های اطراف این قاسم سلیمانی باشن سگدار سلیمانی او خونده گفته بود که اگر لازم باشه ما از هشت و شعبی و عراق و افغانستان و این آت میاریم که از نظام دفاع کنه این آدم کشار کی آورده؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی جواب بده کی اینا رو کشته و چه مجازاتی برای اینا که هموطن ما رو کشتن در نظر گرفته شده شما اصلا چه کاره این شما چه دارید میکنید دارن یه میان هموطن ما رو میکشن شما وظیفتونه که از جون هموطن من مراقبت کنید حفاظت کنید دارید از بیت المال پول میگیرید کل امکانات کشور دستتونه که امنیت برای مردم فراهم کنید این ملت کشتن کی کشته کدوم بی پدر و مادر کدوم هر زاده کشته کدوم هر زاده دستور داده بکشن بیا آقا به مردم بگید و مجازات کنید اینا که ملت رو کشتن گه به قبر پدر اول تا آخری کسی که دستور دادن بکشن و کسی که کشتن گه به قبر پدر و اول آخر خودشون و طرفداراشون گهشون به قبر پدر طرفداراشون کسافتا